هیچ میدونستید یکی از مهمترین زیارتگاه‌های مهم یهودیان دنیا توی ایران و وسط شهر همدان قرار داره؟ آرامگاه استر و مردخای. در کتب مقدس یهودیان گفته شده این دو نفر کسانی بودند که یهودیان رو در دوره خشایارشاه و در مهاجرت اولشون به ایران نجات دادن. بر اساس داستان‌های موجود، روزی خشایارشاه در حالت مستی از همسر خودش یعنی وشتی میخواد که زیبایی‌هاش رو به مهمون‌ها نشون بده، اما ملکه این کار رو نمی‌کنه. این کار به اعدام ملکه ختم میشه. بعد از اعدام با هوشمندی مردخای، استر به گزینه ازدواج اصلی شاه بدل میشه. وقتی استر ملکه میشه، مردخای هم به سرعت ترقی میکنه و تبدیل به مشاور و وزیر شاه میشه. استر در مقام ملکه ایران نه تنها جون مردخای رو از دست دشمنهاش نجات میده، بلکه باعث حذف دشمنان یهودیان از دربار شاه میشه. بنابر یک روایت، با حکمی که استر از شاه میگیره، بیش از 77,000 تن از دشمنان یهود توی یک روز به دار آویخته میشن. بر اساس یک روایت دیگه، 500 نفر از دشمنان یهود رو خود شاه دار میزنه. این داستان ریشه عید پوریم در دین یهودیه. اما این داستان چقدر صحت داره؟ واقعیت اینه که بر اساس اسناد تاریخی، نام همسر خشایارشاه آمستریس بوده، زنی که مادر شاه بعدی ایران شده و نشونی از زنی به نام وشتی به عنوان ملکه ایران وجود نداره. محققان دانشگاه آکسفورد معتقدند کتاب استر نوعی رمانه و نویسنده فکر نمی کرد کتابش روزی به عنوان کتابی مقدس شناخته بشه. دانشنامه ایرانیکا کتاب استر رو تلاشی برای تقویت ریشه عید پوریم میدونه و عید پوریم رو به نوعی اقتباس یهودیان از عید نوروز ارزیابی میکنه. البته بعضی تاریخ نگاره ها یک احتمال عجیب رو هم مطرح میکنن و اون اینه که با توجه به اینکه روایت های هرودوت یونانی تنها منبع ما از دوران هخامنشی هاست، میشه احتمال داد که روایت هرودوت اشتباه باشه، چون جزئیات کتاب استر از دوران خشایارشاه به طور عجیبی دقیق و درسته. نظر شما چیه؟ واقعیت این قصه مذهبی چی میتونه باشه؟